معلومات اطلاعاتی ما به ما میگه که در آمریکا یک مجموعه ای رو درست کرده از دولت آمریکا اسم این مجموعه گروه بحران است علی خامنه ای گفت کار و ماموریت این گروه بحران سازی است یافتن و تحریک نقادی که به نظرشان میتواند ایجاد بحران کند او از جمله به تفاوتها و اختلافهای قومی و مذهبی و مسئله جنسیت و زن به عنوان نقاطی اشاره کرد که آمریکا میخواهد از آن طریق به ایران ضربه وارد کند اما شطور در خواب بیند پنبهدانه این ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که مردم سر و سر ایران در قیام موسوم به زن زندگی آزادی در سال 1401 و در تظاهرات و خیزش های سال قبل از آن با کنار گذاشتن اختلاف های به ویژه قومی و مذهبی و جنسیتی مشتایشان را علیه دولت و حکومت جمهوری اسلامی گره کردند. علی خامنه ای در بخشی از سخنانش تاکید کرد برنامه های دشمن جدی است دشمن در دشمنی خودش و در نقشه کشی خودش جدی است ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم رهبر و مقام های حکومت جمهوری اسلامی در ایران اغلب مشکلات کشور را به دشمن نسبت می دهند که در بیشتر موارد منظور ایالات متحده آمریکاست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز دوشنبه گفت اگر به آن مصوباتی که در سفر اوایل دهه هشتادش به سیستان و بلوچستان درباره آن تصمیم گیری شد عمل می شد، امروز چهره استان فرق می کرد اما از طرف بعضی دولت ها تنبلی و بیتوجهی شد او در ادامه سخنانش از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت امروز اما دولت مشغول کار و تلاش است و ابراز امیدواری کرد این تلاش ها نتیجه بدهد سیستان و بلوچستان از فقیرترین استانهای ایران است گرچه فقر ناشی از تورم افسارکو سیخته به جای جای کشور پهناور ایران را کرده و افراد و خانواده ها را با دشواری و چالش های جدی معیشتی روبرو کرده است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در 8 مهر 1401 بیش از 90 شهروند بلوچ از جمله زنان و کودکان را که بعد از نماز جمعه در زاهدان تظاهرات و راهپیمایی کردند کشتند و صدها تن را زخمی کردند رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی امروزش اما هیچ اشاره‌ای به آن نکرد